بخش دوم صحبت من در قسمت 151 گفتارهای عمومی درباره خشونت در درس مقدماتی، یعنی مفاهیم پایه خشونت، برمیگرده به چارچوب نظری که در کل، نه نظریه‌ای که بهش می‌پردازیم، ما در اینجا داریم. چارچوب نظری ما مثل همیشه چارچوب علوم اجتماعی هست و انسانشناسی هست، یعنی ما بیشتر انسانشناسی تا علوم اجتماعی به طور کلی یا جامعه شناسی به خصوص، به دلیل اینکه به خصوص در مسئله مثل خشونت انسانشناسی به نظر من بهتر از همه علوم پاسخ میده، چون با بین رشته‌ای بودنش میتونه ابعاد مختلف یک پدیده‌ای رو در نظر بگیره که کاملا یک پدیده چند وجهی هستش و با یک نگاه و از یک سو نمیشه به اون اشراف پیدا کرد. منابعی که من در اینجا به کار میبرم مثل همیشه منابعی هستش که منابع دایرة‌المعارفی عمومی و تخصصی به زبانهای انگلیسی و فرانسه هستش و بسیار استفاده کردم از ایو میشو که فیلسوف فرانسوی است که تخصصش خشونت هستش. هم در دایرة‌المعارف اونیورسالیس مقاله خشونت رو نوشته و هم در مجموعه چه میدانم کتاب خشونت رو منتشر کرده و کتاب بسیار مهمی هم داره به نام خشونت و سیاست که به اون کتاب هم ما اشاره میکنیم. به جز اینها کتابایی هستش که من توصیه میکنم که دوستان که علاقمند هستن مطالعه کنن و البته در این مورد کتاب بسیار بسیار زیاده و من نمیتونستم اونها رو معرفی کنم و حتی نام ببرم، ولی به چند تاش فقط اشاره میکنم. با کتاب خودم که اشاره کردم، خشونت سیاسی، نظریه ها و راهکارها، که نشر قطره در 1378 منتشر کرده. کتاب عمومی هستش و بسیار ساده هستش و در اون من همین مباحثی که در اینجا کردم رو به نوعی شما میتونید پیدا بکنید. تقسیم بندی به اصطلاح اشکال خشونت، رویکردهای مختلف نسبت به خشونت، نظریه هایی که وجود داره، مساق های تاریخی و بعد یک بخش مفصل کتابم در مورد خشونت در ایران است. منتها بیشتر تاکید همونطور که از اسم کتاب مشخصه بر روی خشونت سیاسی هست، یعنی خشونتی که یا دولت ها اعمال میکنن علیه مردم و کسانی که زیر سلطهشون هستن و یا علیه دولت ها اعمال میشه، که معمولا برای اینها در ادبیات تخصصی از دو واژه خشونت از بالا که دولت ها اعمال میکنن و خشونت از پایین که به صورت مقاومت علیه دولت ها اتفاق میفته صحبت میشه. به جز این، من کتابایی که میتونم به شما توصیه کنم و کتابای بسیار مهمی هستند، یکی کتاب خشونت و اندیشه هایی درباره سیاست و انقلاب هست، نوشته هانا آرنت با ترجمه بسیار خوب آقای عزت‌الله فولادوند، که خوارزمی آخرین نشر اون رو در 1401 منتشر کرده. البته این کتاب مربوط به سال 1970 ولی بسیار بسیار کتاب جامعی هستش، به خصوص در همین حوزه سیاسی و مباحث نظری. کتاب دیگه کتاب اسلاوی ژیژک است که با عنوان خشونت علیرضا پاک نهاد اون رو در نشنی منتشر کرده. من توصیه میکنم حتما آثار آقای دکتر سعید مدنی که خودش الان قربانی نوع خشونت است و در زندان هست رو مطالعه بکنید. سعید مدنی جامعه شناس که تخصصش در مسئله آسیب‌های اجتماعی هستش و کتابی داره به نام علیه خشونت که کتاب پارسه اون رو منتشر کرده و همین نشر پارسه کتاب دیگه هم از دکتر مدنی منتشر کرده، از جمله جامعه شناسی اعتیاد و جامعه شناسی روسپیگری، که هر دو به نوعی اون تز اساسی دکتر مدنی رو دنبال میکنه که تز در حقیقت خشونت اجتماعی هست یا خشونتی که
در جامعه ما شاهدش هستیم که علیه مردم اتفاق میفته بدون اینکه مستقیما شکل یک خشونتی رو داشته باشه که مثلا با یک ابزار خاصی علیه کسی عمل بشه. فقر، اعتیاد، تمام این فشارهای اجتماعی به نوعی خشونت به حساب میاد. کتاب دیگه قانون و خشونت هستش که گروه مترجمان، گروه نویسندگان اون رو نوشتن، از جمله جورج آگامبن، و زیر نظر آقای مراد فرادپور در نشر نی باز منتشر شده. کتاب بسیار مهمی وجود داره که یکی از رویکردهای مربوط به خشونت رو مطرح میکنه که با عنوان خشونت و تقدس رونه ژیرار که آقای بیژن کریمی اون رو در انتشارات دف در 1401 منتشر کرده. رونه ژیرار یک خشونت مناسکی و یک خشونتی رو که به نظر او در ذات همه جوامع وجود داره و خودش رو در قالب مفهوم قربانی نشون داده مطرح میکنه و از این لحاظ این کتاب کتاب کلاسیک و بسیار بسیار مهمی در مسئله خشونت هست که حتما دوستانی که تمایل دارن به موضوع باید مطالعه کنن. و بالاخره کتاب دیگه که میتونم معرفی کنم، خشونت و نظام‌های اجتماعی، داگلاس نورس و جان جوزف هستش که به نام ذوقی در 1401 در انتشارات شیرازه منتشر کرده. اینا کتابایی هستش که به نظر من کتابای مهمی هستش که دوستانی که علاقمند هستن به این سوژه برای ادامه مطالعه میتونن از اونها استفاده بکنن. اما در این بحث مقدماتی ما ابتدا شاید بعد نمیشه با یک تعریفی از خشونت شروع بکنیم. من یک تعریفی رو خودم بگم و بعد میرم به سراغ تعریف ایو میشو که خب مسلماً اون تعریف بسیار دقیق‌تری است. ولی اون چیزی که در ذهن خود من هست به این صورت مطرحش کردم که خشونت رو میتوان به کنشی فردی یا گروهی اطلاق کرد که عموماً شکل فیزیکی داره. فشار، ایجاد درد، ضربه، تخریب، شکنجه، کشتن و غیره. و بر فرد یا گروه دیگری اعمال شده و سبب آسیب‌های کوچک و یا بزرگ به صورت کوتاه مدت یا همیشگی می شود. خشونت در همان حال می تواند شکل غیر فیزیکی داشته باشد و همراه با خشونت فیزیکی یا بدون آن اعمال شود. اشکال غیر فیزیکی نظیر توهین، تحقیر، تبعیض، دشنام، طعنه، ممنوعیت، اجبار و غیره نیز درباره خشونت صادق هست. خشونت همچنین می تواند شکل آشکار یا پنهان داشته باشد. خب اینجا من یک به اصطلاح تعریف رو گفتم، حالا میخوام که یک تعریف خیلی دقیق تر و خیلی علمی تر از به اصطلاح ایو میشو رو براتون بخونم که روی همون هم میتونیم ما بحث ابتداییمون رو پایه‌گذاری بکنیم، چون به تمام این مسائل ما در درس‌های مختلفی که در این مجموعه داریم برمیگردیم. ایو میشو در همون مقاله یونیورسالیست درباره خشونت رو اینطور تعریف می‌کنه. خشونت عبارت است از موقعیتی که میان کنشی اتفاق میفتد که در آن یک یا چندین کنشگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، به صورت یک باره یا به صورت تدریجی، سبب وارد کردن آسیب به یک یا چند نفر با درجه های مختلف میزنند و این آسیب به تمامیت فیزیکی آنها یا به تمامیت اخلاقی آنها وارد میشه و یا
این خشونت علیه اموالی که اونها دارند و یا به صورت نمادین دارند یا تعلق دارند وارد میشه و به همین به این طریق یک خشونت نمادین و فرهنگی است. خب این به اصطلاح تعریف ایو میشو هست که من فقط از در واقع ترجمه بود که به صورت فیلم دایی کردم، ولی در همون کتاب خشونت و سیاست که حاوی به اصطلاح خیلی از همون نکاتی است که در تعریف من هم بود و اینها به صورت تک به تک باید بهش پرداخته بشه و من در این درس میخوام به برخی از اینها بپردازم که بعد ما در دروس بعدی به اونها به صورت دقیق تر خواهیم پرداخت. اولین مسئله این است که آیا ما خشونت رو یک امر انسانی در نظر میگیریم یا لزوما خشونت انسانی نیست، و یا اگر هم انسانی هست این انسانی بودن رو تا کجا ما پیش میبریم؟ یعنی منظورم این است که تا چه حد ما خشونت رو یک امر ذاتی تلقی میکنیم که برمیگرده به بیولوژی انسان، و تا چه حد اون رو یک امر فرهنگی تلقی میکنیم. اگر ما از امر ذاتی و از امر طبیعی صحبت کنیم مسلما نزدیک خواهیم شد به اینکه درک کنیم خشونت آیا در طبیعت وجود داره یا نه، در جانوران وجود داره یا نه، اگر وجود داره شکلش در جانوران چی هست، و بعد وارد یک بحث تحولی میشیم. یعنی اینکه خب ما میدونیم که حیات یک پیشینه تقریبا 4 میلیارد ساله داره روی کره زمین. اگر فرض رو در این بگیریم که خشونت در حیات وجود داره، تحول این خشونت چی بوده؟ یعنی چطور این خشونت مکانیسمش رو میشه تعریف کرد در داخل حیات، و بعد چطور این تحول پیدا میکنه و به اون چیزی میرسه که امروز در ذهن همه ما بهش خشونت گفته میشه، مثلا قتل، مثلا شکنجه، مثلا بیرحمی و غیره و غیره، که اینا کاملا اشکال انسانی هست. ولی اگر در طبیعت هست، این در طبیعت به چه شکلی وجود داره؟ و بعد وقتی که ما به انسان میرسیم که موضوع اصلی کار ما هست، چون به هر حال ما در اینجا درس گفتارهامون درس گفتارهای فرهنگی و اجتماعی و انسانشناسی هست، وقتی به انسان میرسیم چطور انسان در دوره‌های مختلف زندگی خودش این خشونت رو تجربه می‌کنه، چه اسناد و مدارکی در دست ما هست؟ این نکته خیلی مهمیه که ایو میشو هم بهش اشاره می‌کنه، و اون گفتمانی که امروز ما داریم در مورد خشونت چطور شکل گرفته و بر اساس چه چیزی شکل گرفته، و آیا این میتونست در گذشته شکل بگیره یا نه، و امروز در چه موقعیتی ما هستیم در رابطه با خشونت. اینکه آیا باید خشونت رو به عنوان یک امر به اصطلاح ناگزیر از زندگی، یک جنبه‌ای از زندگی که همیشه با ما خواهد بود و هست، آیا باید بپذیریم و صرفا اون رو مدیریت کنیم، یا بریم به طرف یک جامعه‌ای که در اون خشونت وجود نداشته باشه؟ این در مورد خیلی از پدیده‌های دیگه هم مطرح هست، مثلا فرض بکنید در مورد فقر، در مورد بی‌ثباتی که در جوامع انسانی وجود داره، در مورد خیلی از مسائل دیگه، رابطه تنش‌آمیزی که ما با اقلیم داریم و غیره، این مسئله مطرحه و باید ما بتونیم بهش پاسخ بدیم که اگر این پدیده‌ای هست که همیشه همراه ما هست، باید بنابراین به نوعی به مدیریتش فکر بکنیم، نه به جهانی که در اون خشونتی به طور کلی وجود نداشته باشه، چون این بنابر تعریف غیر ممکن میشه اگر اون فرض رو بپذیریم.